تریکی برای خودتون داشته باشید. بهترینش اینه که خونه بخرید که هم جا رو داشته باشید، هم اقامت رو داشته باشید، و تحصیلی رو معمولا همه اینجا به عنوان یه اسمشو میگن سکو، ولی همه توی سکوه میمونن، واقعا اکثرا میمونن. ولی معمولا خیلی ها که میان ترکیه اینجوریه که خب پس کجا بریم، یعنی گزینه آخر معمولا انتخاب میکنن. و یه چیز دیگه ای هم که هست که میشه گفت متاسفانه اینه که کسایی که مهاجرت کردن ترکیه، کسایی که ایرانن، اونا رو خیلی به رسمیت نمیشناسن که مهاجرن، یعنی انگار مثلا رفتن خونه همسایه، واقعا خیلی بابن مهاجر شناخته نمیشن. یه سری چیزای اینطوری هم داره، چون ترکیه یک کشور توریستی هستش و خب از زمان قبل، مخصوصا زمانی که قیمت ارز منطقی بود، خب ایرانیات با هر دسته و رسته‌ای، با هر نوع تمکن مالی، خب میتونستن برن ترکیه. واقعا ترکیه اونقدر کشور گرونی نبود، به خاطر همین یه جوری به قول این دوست خوبمون شایان عزیز، ترکیه حیات خلوت ایرانه. دقیقا. ترکیه یه چیزیه، بخوام اگر مقایسه ای بگم، من چون به تازگی ایران بودم، حالا داشتم چیزای مختلف رو در نظر می گرفتم، میشه گفت توی یه صفحه ترازو، توی یه کفه ترازو با هم قرار می گیرن. حتی یه سری جاها علاوه قیمتی، مثلا میبینی همون قیمت رو داری تو ایران میدی، ولی کوالیتی خیلی پایینه، کیفیت خیلی پایینه. داست. ولی خب علاوه قیمتی تقریبا توی یک کفه قرار میگیرن، به نسبت این یک کفه، به نسبت درآمده ها، نه حالا بگین اونجا الان همه چی دو برآمده. یعنی الان این شکلی من از برایند صحبت شما این رو متوجه شدم که از نظر اقتصادی ایران و ترکیه دقیقا خیلی با هم فرقی ندارن. خب یعنی شما دارید یر به یر این هزینه ها رو میکنید، ولی فرقش اینه که شما همون هزینه رو دارید پرداخت میکنید، ولی کوالیتی که دریافت میکنید توی ترکیه قطعا بهتره. توی ترکیه شما زندگی اینترنشنال تری دارید، شما توی ترکیه حساب بانکی اینترنشنال دارید، شما توی ترکیه آزادی مدنی دارید، یه چیزهایی دارید که به طبع یه فرقی ایجاد میکنه. اونقدر ترکیه هم حیات خلوت نیست، حالا درست مردم میگم، ولی عملا عزیزانی که رفته باشن و یه مقدار جدی در رابطه ترکیه تحقیق کرده باشن، اونقدر ترکیه حیات خلوت نیست و ترکیه آپشن های خوبی رو در اختیار شما میذاره که شما بتونید ازش استقبال کنید به عنوان کشوری که بخواید مهاجرت کنید. خب کمن خانم عزیز، بریم سراغ سوال بعدیمون. میخوام ببینم که زندگی از دید یه خانم، چون این همیشه الان شده کفه ترازو برای سنجش، بحث امنیت رو میخوام بگم. تو هر مهاجرتی امنیت مهمترین گزینه است، یکی از مهمترین گزینه ها هستش، و میشه گفت هر جا که یه خانوم امنیتش رو تایید بکنه، یعنی اونجا دیگه امنه، یعنی هم برای خانوما امنه، هم برای آقایون امنه، هم برای خانواده ها امنه. خب میخوام ببینم که آیا کمن خانوم به عنوان یک خانوم مجردی که تنها زندگی میکنن توی استانبول، آیا از نظر بحث امنیت چجوریه؟ اوکیه؟ اوکی نیست؟ کسایی که میخوام بیان، مخصوصا خانومم هستن به صورت مجردی میخوام بیان ترکیه، شما تاییدش میکنید امنیت رو؟ ببینید اگر امنیت رو اول بخوام از نظر جامعه بگم، از نظر این که مثلا شما تو خیابون میرین احساس امنیت کنید، خب هر کشوری، هر شهری یک سری مناطقی داره که همه میدونن که اونجا نباید بری، اونجا مثلا برای تو مسئله ساز میشه. اونها رو اگر بذاریم کنار، که توی استانبول حالا خیلی هم نیست، شاید کلن 3-4 تا منطقه اینطوری باشه که اونم منطقه نیست، در حد یه خیابونه، یعنی شما باید بدونید که مثلا ساعت 12 شب اون خیابون تنها نریم، که در واقع ما اونو تو تهرانش هم رعایت میکنیم. در کل شما این امنیت رو کاملا احساس میکنید. من به عنوان یه دختر، خب اینجا تنها حمل و نقل عمومی که از 12 شب به بعد هم بازه، اینجا متروبوسه که 24 ساعته شما میتونید رفت آمد بکنید، و من ساعت 1 شبم سوار متروبوس شدم
تا بخوام برم خونمون. حتی پیادم، این قسمت خونه ما، اطراف خونه ما خیلی خیلی که نه هیچ مغازه‌ای نیستش، کامل خیابونه. و واقعا احساس نکردم که وای الان ممکنه اتفاقی برای من رخ بده. یا چیزی که ما مشکل توی تهران داریم گوشیه، یعنی گوشیمون رو نزنن، جیبمون رو نزنن و اینا، واقعا خیلی نگران کننده است. و من اولی اومده بودم خیلی برای من عجیب بود که با این مثل بنده هست که به گوشی وصل میشه، همه از اونا انداخته بودن و گوشیشون کاملا بیرون بود، اینجوری گردنشون بود. و اولش اینجوری بودم که وای اینا نمیترسن کسی گوشیشون رو بزنه، به همون دیفالتی که من تو تهران داشتم. و واقعا دیدم نه، مگر اینکه خب خیابون استقلال، خب خیابون خیلی شلوغیه، بله، از هر فرهنگی هم اونجا هستن. خب دیگه این خیلی نرماله که شما اونجا باید یه ذره حواست بیشتر به پول و کیفت و گوشیت و اینا باشه، ولی اینجوری نیستش که حالا مثل تهران که خیلی حالا جدیدن این اتفاق میفته، شما مثلا داری ویدیو میگیری یا عکس میگیری یا داری حرف میزنی مثلا رو هوا گوشیتو بزنن، نه، مگه اینکه حالا تو کیفی گذاشته باشی، در کیفت باز باشه و اینا مثلا بخوان دزدی بکنن. اتفاقا من راجع به همین امنیت خودم قبلا، حالا از ایرانیان نه، بیشتر از خارجی ها سوال پرسیده بودم، در این وسط میدون استقلال هم سوال خیابون استقلال هم سوال پرسیده بودم و اکثرا راضی بودن از اون امنیتی که وجود داره و واقعا میتونم بگم امنیت خوبی رو داره. ولی خب دیگه ببینید یه سری چیزا باید خود اون شخص رعایت بکنه. این که یه جایی مثلا دیگه خیلی خلوته نباید بری، یا مثلا فلان خیابون نباید بری، ولی در کل برای زندگی روزانه عادی واقعا امنیت داره. و یه گزینه دیگه که داره، حالا نمیدونم بگم به خاطر فرهنگشونه، به خاطر مسلمون بودنشونه، واقعا نمیدونم، ولی شما به عنوان یک خانوم مثلا وقتی وارد یه ماشینی میشی، اینا یه سری ونا دارن بهش میگن دلموش یا مینی بود، سوار میشی که خیلی جمعیت زیاده، خیلی آدم هست، به هیچ عنوان، من 3.5 سال اینجا دارم زندگی میکنم تا حالا اتفاق برام نیفتاده، به هیچ عنوان شما احساس نمی کنید که کسی بهت چسبیده یا کسی نزدیکته که احساس کنی که من اون حریممو دارم از دست میدم، به هیچ عنوان. یعنی حتی شده بود که احساس کرده مثلا اون شخصی که حالا آقا بوده روبروی من، احساس کرده فضا برای من خیلی تنگه، من دارم اذیت میشم، منو هدایت کرده به یه گوشه از ماشین، خودش جلو وایستاده، مثلا دستشو اینطوری گرفته، حالت حریم رو برای من ایجاد کرده که من اذیت نشم. و این احترام، این حواسشون بودنه به خانوما خیلی اینجا برای آدم خوشاینده و اون میاره. چرا خانم، من پیرو صحبتتون یه جمله ای رو عرض کنم. خب من چون امارات دبی زندگی میکنم، دبی که میدونیم همه یکی از امن‌ترین کشورهای جهانه، یعنی اینو ما نمیگیم که بگن ایرانی ها میگن، همه جهان دارن میگن، یا حتی مثلا کشور سنگاپور یکی از امن‌ترین کشورهای جهان هستش. خدمت شما عرض بشم که میخوام یه سوالی که واقعا الان دغدغه شد این توضیحی که شما دادین. خب مردم ترکیه، خب ما میدونیم که عثمانی ها یه مقدار اخلاقی خیلی یه ذره تنده، یه ذره عصبی هن، یه ذره فلان، این چجوری به دست اومده این حریم دار کردنه، این که مثلا حریم رو به قولی محترم شمردنه برای یک خانوم، برای همچین مردمی این با چی به نظرت به دست اومده؟ با آموزش به دست اومده؟ فرهنگ سازی در از دولت برای مردمش؟ به نظرت این چجوری ایجاد شده برای مردم ترکیه؟ چیزی که من خیلی اینجا دیدم، خب تمام حق و حقوقی که الان ترکیه برای زنها قائل میشه صدقه سر آتاتورک. و اینها اگر واقعا نخوام قلوب کنم، آتاتورک رو میپرستن، یعنی به طرز عجیب غریبی وقتی که
جشن‌های ملیشونه یا جشن‌های بزرگ داشت آتاتورک جوری که وای نیستن، جوری که ادای احترام به آتاتورک میکنن، شما رو به عنوان یک خارجی مجبور میکنه که شما هم همونقدر ادای احترام بکنید. انقدر اون فضا تأثیر گذاره که شما هم ناخودآگاه وای میسی دستتو بذاری رو قلبت وقتی که داره سرود ملیشون پخش میشه و یه عرق وحشتناکی دارن به ملیتشون و به آتاتورک. و به نظر من این فرهنگه یکیش از همین علاقه شدید داشتن به آتاتورک صورت میگیره، چون تمام حق و حقوق زنا بعد از ورود آتاتورک، یعنی خود آتاتورک اینا رو اوورد و روز به روز بیشتر کرد حقوق زنها رو، و یک بخشش میگم به خاطر احترامیه که برای آتاتورک قائلن و این توی خانواده ها هی جریان پیدا کرده. یعنی شما از توی رفتار یه بچه، یعنی مثلا بچه دبستانی میبینید. من نمیخوام بگم که ترک ها مثلا با زناشون خیلی خوب رفتار میکنن، نه، چون وقتی وارد زندگیاشون میشین میبینید که خیلی از مسائلی که ما تو ایران داریم، دست بزن و کتک کتک کاری و اینا هم دارن، خب. ولی چیزی که هست انگار یه حریمی دارن بین مرز خونه و خونواده و مرز جامعه. به جامعه میگن باید انگار احترام گذاشت. من بی احترامیه رو توی این جامعه ندیدم. مثلا شما خیلی راحت میتونید یک لباس مخصوص حالا میهانه یا پارتی بپوشید با کفش پاشنه بلند و حالا اون شرایط و برید سوار مترو بشین و به هیچ عنوان احساس سنگینی نگاه روی خودتون احساس نکنید. چیزی که متاسفانه میگم، من همین چند روز پیش توی ایران بودم که توی ایران خب همه شال و روسری و لباس گشاد و اینا، من سری میخواستم وارد مترو بشم، خب مال ما زن و مرد جداه دیگه، یهو وارد مردونه شدم بعد یهو احساس کردم انگار یه نمیدونم یه سنگینی انگار خورد روم و اینجوری خودم که خواهه چرا. و یکی از دلایلش هم جدا بودن همین دخترها و پسرها تو ایرانه و اینجا نیست. یعنی از همون بچگی یاد میگیرن که چجوری باید با هم رفتار کنن، چه خانوما با آقایون چه آقایون با خانوما. یا شما مثلا میریم پلاژ، پلاژا یکیه، یا توی پارک، توی هر جایی، این با هم بودنه خیلی باعث میشه که اون روحیه خشن مردانه یه ذره تلطیف بشه و یکم بیشتر یاد بگیرن که مثلا اینجاها فلانجا باید این احترام رو گذاشت، این رفتار رو کرد. و غیر از احترامشون به خانوما، به شدت احترام برای سالمندا هم دارن. یعنی شما اگر که تو مترو باشی و یه سالمند مثلا ایستاده باشه، شما رو بلند میکنن. اگر بلند نشی میگن پاشو، این باید بشینه، دست خودتون نیست، باید بلند شی. مثلا توی مترو ایران اینجوری سوت بزنیم بالا نگاه کنه نمیشه. پس من به این برایند رسیدم از صحبت شما، اینه که یک، هم بحث سیاست گذاری های آقای آتاتورک هست که تأثیر گذاشته روی مردمش، که مردم اومدن یک حریمی رو ایجاد کردن بین بحث خانه و خانواده و جامعه و این تعامل با جامعه. و چون الان جامعهشون هم یه جوریه که توریستیه، مخصوصا شهر استانبول که دائم توریست میاد، اینا یاد گرفتن و این یادگیری هم احتمال داره این فیدبکش برمیگرده به بحث مدرسه و نسلهای جدیدی که توی ترکیه اومدن، این رو پذیرفتن و این رو فهمیدن که در کنار دیگران زندگی کردن باید اون حریم ها رو یاد گرفت. و یک نکته که نظر شخصی منه این هستش که
سیاست کشورهای اروپایی و امریکایی روی این مسئله تاثیر داشته؟ چون من یادمه از بچگی، من 37 سال سنمه، خدمت شما عرض بکنم که از بچگی یادمه هی به ترکیه میگفتن ما قراره تو رو اتحادیه اروپا کنیم و قراره تو عضو اتحادیه اروپا شی. این سیاست بسیار مهمی بود، درست نکردن و به نظر من هیچ وقتم ترکیه نمیشه این مسئله رو نمیتونه بهش برسه، نظر شخصی شاید اشتباه باشه، ولی این خیلی تأثیر گذاشت اون مرد.